پرنی ها در حدود 250 سال پیش از میلاد به رهبری ارشک به منطقه پارت نفوذ کردند و اونجا به قدرت و اقتدار دست پیدا کردند. سلام به دوستان یوتیوبی عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این ویدیو ایران بعد هخامنشیان رو بررسی میکنیم، در واقع تأسیس سلسله اشکانیان. خب قبل اینکه بریم سراغ ویدیو، کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو هم حتما لایک کنید، کامنت هم بذارید و نظرتون رو بگید. بریم سراغ ویدیو. قبل اینکه اشکانیان روی کار بیان، سلوکوس سردار اسکندر مقدونی بعد مرگ اون به حکومت رسید و حکومت سلوکیان رو ایجاد کرد. سلوکیان از ریشه یونانیان بودند و فرهنگ و زبان یونانی رو به ایران آوردند. این حکومت در آخر تو زمان آنتیوخوس دوم به پایان رسید که شاید در آینده نزدیک بررسیش کنیم. بریم سراغ اصل مطلب بعد سلوکیان. اشکانیان جزو گروه‌های آریایی بودند که به ایران مهاجرت کردند و تو شرق ایران ساکن شدند. اونا مردم‌های جنگجو از قبیله پرنی بودند که تو حدود 500 سال یعنی 5 سده امپراتوری مقتدری رو تو فلات ایران اداره کردند. این قبیله ها اول به صورت چادرنشین تو اطراف رود جیهون تا کرانه‌های دریای خزر و دریاچه آرال زندگی می‌کردند. پرنی‌ها در حدود 250 سال پیش از میلاد به رهبری ارشک به منطقه پارت نفوذ کردند و اونجا به قدرت و اقتدار دست پیدا کردند. قوم پارت که از اقوام آریایی بودند تو تیراندازی و سوارکاری شهرت زیادی داشتند. اونا موقع حمله اسکندر کنار هخامنشیان جنگیدند. بعد از سقوط هخامنشیان، قلمرو پارت هم به تصرف اسکندر در اومد و یکی از پارت‌ها به نام آمیناسپ به دستور اسکندر به عنوان فرمانروایی تعیین شد. وقتی سلوکی‌ها درگیر جنگ‌های خانگی شدند، پرنی‌ها هم مثل شهرهای دیگه از زیر سلطه سلوکیان بیرون اومدن و تحت فرماندهی ارشک دولت کوچیکی رو تشکیل دادن. اما این دولت قرار نبود کوچیک بمونه و زود نابود بشه. ارشک تو سال 247 قبل از میلاد تو شهر نسا تاجگذاری کرد و این تاریخ به عنوان شروع تاریخ اشکانیان تو تقویم اونا قرار گرفت. ارشک هیرکانیه یعنی گرگان و کومیسین یعنی اومس رو تصرف کرد و به قلمرو اشکانیان اضافه کرد. و سلوکی‌ها رو که گرفتار تصرفات غربی خودشون بودن از منطقه شرق بیرون کرد و حکومتی بزرگ رو بنیان گذاشت. شروع تاریخ اشکانیان هم همون سال تاجگذاری ارشک یعنی 247 قبل از میلاد شد. بعد از قتل ارشک برادرش تیرداد توی 217 تا 248 قبل از میلاد به تخت سلطنت اشکانیان نشست. بعد از اون اردوان اول و فریپایت یا فریپایت که حالا شما اگه تلفظ درستش رو میدونید توی کامنت ها واسم بنویسید و فرهاد اول اشکانی به ترتیب به سلطنت رسیدن و به وسعت امپراتوری اشکانی اضافه کردن. توی این دوره ها بجز کمی افزایش قلمرو اتفاق مهمی نیفتاد. قدمت امپراتوری اشکانیان 471 سال بود یعنی حدود 5 سده حکومت که بعد توسط ساسانیان سقوط میکنه. اشکانیان مثل هخامنشیان چند تا پایتخت داشتن که نام اونا تیسفون، حکمتانه، صد دروازه، شوش، نسا و ارشاک هستش. پرچم اشکانیان درفش شاهنشاهی اشکانیه که یک خورشید رو نمایش میده و پس زمینش سیاهه و موقع جنگ ها از تندیس اژدها از جنس فلز یا ابریشم به عنوان نشان نظامی استفاده میکردن. با اینکه اشکانیان قدمت زیادی داشتن ولی آثار زیادی از اونا نسبت به هخامنشیان و ساسانیان باقی نمونده، با اینکه از اونا بیشتر قدمت داشتن. خب این هم بود از این ویدیو. مرسی تا اینجا با ما همراه بودید. منتظر باشید که تازه شروع سلسله رو بررسی کردیم و الان وارد شدیم. این یعنی اینکه منتظر پارت های بعدی باشین. به کانال سر بزنید، ویدیوشو نگاه کنید، کانال رو ساب کنید، ویدیو رو هم لایک کنید، یادتون نره حتما هم کامنت بذارید و سلسله مورد علاقتون از ایران رو بگید. تا ویدیوی بعد، بدرود.